نه آقا، اون که یه طنز داره میگه مثلا یه همچه اتفاقی نیفتاده، ایشون هم یه همچه اتفاقی نزده، مثلا نشست خبری نداشته، مثلا یارو مخفیه، اونا یه چیزی درست کردن، یه کلیپی که خب اگه اونجوری باشه که خیلی چیزا میره زیر سوال. اگه به این باشه پیغمبر وارد مکه شده همه رو بخشیده، تمام اونایی هم که بخشیده بعداً باعث خیلی اتفاقات شدن که دنیای مسلمانه. پیامبر شریکه توی این کار؟ نمیشه که. نه اونا بیشتر شبیه بازیه. شبیه. نمیشه که طرف حمله کرده، طرف حمله کرده در زن و بچه بود. دیگه هر کاری کرده که نشد جنگ دیگه. خلاصه به مسیرش که دانه داره با چه کار کرده؟ اگر میخواست بجنگه بطنه این مقابله به مردم رو داشتن میکشتن. سربازای معاویه حمله میکردن، مرز قارت میکردن، جنایت میکردن، کاری نمیشه بکنن. بعد در مورد خودمون چه جوری؟ در مورد خودمون وقتی ظلم میشه ما اکنون وقتی بدونیم؟ نه آقا، ظلم اون فرق میکنه، اصلا تو داستانش چیز دیگه ایه. وقتی ما سربازی یه جایی حقی از ما ظاهر میکنه، خب تا جایی که میتونیم از اون بگذاریم میگذاریم. این بحث فردیه، بخش اجتماعی، بحث حکومت یه داستان دیگه است. مثل یکی داره تو کشور ناامنی ایجاد میکنه، بعد حضرت خیلی تلاش کرده برای نجاتشون و اینکه این اتفاق نیفته، بعدش هم مسیر خودش رفته باز. تمام کسایی که توی جمل مجروح شدن و حضرت گفت که خلاصه مداوای سرپایشون کردن، همشون رو بخشید، فرستاد تو قبایلشون برای درمان. یعنی وقتی دیگه کار تموم شد، این نیست که حالا دیگه مطلب خشخاش بذاریم، نه، ما کسا نمیخواستیم جنگ بشه. حالا همه کاری هم کردیم، تا همون روز جنگ هم آخرین صحبت هم کردیم که این اتفاقا نیفته. واقعا میخواستیم جنگ نشه. حالا بحث امشب هم هست. من دیدم طرف یه صحبت میگه نه بیش نمی کنیم، این بهش میگه که خب من دیگه اتمام حجت کردم با شما، باید تو خود راحت کردی. بیدونی؟ مثلا بابای گفته که به بچه هاش گفته که آفتاب نرفته بیاید خونه، بیرون وای نستید. البته الان دیگه این را نیست، این مال دهه ماست. الان باید یه چیزی بدی بچه ها خونه برن بیرون تو این آپارتمان ها. ولی خب ما قبلن ها خب کوچه بود و محله بود و بازی بود و من یه کشوری رفته بودم، بعد به یکی از اون آدم های اونجا بود، دوستی بود، بهش گفتم که شما محله ندارین؟ مثلا محله نداشت کشورشو، خیلی عجیب بود. یعنی انقدر همه چیز خلاصه مکانیزه بود. گفتم بچه هاتون کجا بازی میکنن؟ گفت باید برن ورزشگاه بازی کنن. مثلا تو محل و بازی های محل اصلا این خبر ها نبود. الان هم خب بچه ها توی آپارتمان ها بیرون نمیان که بنده خدا، هزار جور هم مریضی گرفتن سر همین، یعنی آفتاب بهشون نمیخوره بعضی وقتا، باید ببرشون رو پشت بون تمام آفتاب بگیرن. وقت اگر ما مثلا مقابله نکنیم با اون ظلمی که بهمون شده، اگه جلوش با نستیم ظلم اون بیشتر شد؟ نه نه، الان توضیح میدم براتون. چی داشتم میگفتم اومدی وسط؟ نفهمیدم چی شد. شما خیلی مطلب رو گرفتیم. بابای میگفت که خلاصه آفتاب نرفته بیان خونه، و بعد مثلا ماموریتی میخورد، مسافرتی میرفت، میومد، مادرها معمولا گلایه میکردن به باباها که آقا شما رفتیم بچه ها 11 شب میومدن. حالا بابا هم بعد از ظهر اومده میگه الان کجا؟ میگه بیرونن.
کمربند رو میذاره تایم میگیره، فقط یعنی آرزو میکنه که اینا بعد آفتاب بیان که بزندشون. این خیلی فرق میکنه که شما واقعا نخواهی جنگ بشه، واقعا آرمانت کشتن کسی نباشه. میدونی این باعث میشه ذهنت هم باز بشه ها، یعنی مسیرها برات باز بشه برات دستگیری. تو خود داستان نهروان حضرت یه صحبتی کرد، تازه انقدر پیک فرستاد، پیکا رو میکشتن، بعد آقا به پیکش میگفت اینجوری صحبت کن، اینجوری استدلال کن. به ابن عباس حضرت فرمود سیره بگو، نری قرآن بخونی برای اینا، اینا قرآن رو بلدن، از سیره بگو که بفهمن فهمشون از قرآن اشتباهه. میدونی چون هرچی آیه میخونه اینم یه آیه میخونه با برداشت خودش. وقتی سیره پیامبر رو میگی معلوم میشه که ای پس تو اشتباه فهمیدی، تو آیه رو درست درک نکردی، چون پیامبر یه جور دیگه رفتار کرده، پس معلوم پیامبر یه جور دیگه فهمیده آیه رو، شما درست درکش نکردی. خلاصه تازه روز آخرم که دیگه مجبور شدن جلو اینا وایسن، حضرت یه صحبتی کرده مفصل، یه پرچم هم زد، فرمود هر کی بیاد زیر این پرچم عفو میشه، یعنی اصلا به پروندهش رسیدگی نمیشه، هر ضرری هم زده باشه ما جبران میکنیم، خسارتی به کسی زده، خطایی کرده، هر چی بوده، دیه گردنشه، بدهی هر چی هست ما جبران میکنیم، یعنی یه عفو واقعی دیگه. اون تتمش که دیگه هیچ جوره حاضر نبودن، تازه همونجا مواظبیم، چون میگه قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، در راه خدا بجنگید با کسی که به جنگ شما اومده، یعنی اون شروع کرده، ولی لا تعتدو، ولا تعتدو، میگه خلاصه تعدی نکنی در مقام دفاع. حالا درسته داری دفاع میکنی، ولی به اسم دفاع قرار نیست هر کاری بکنی. یا مثلا اینکه ما سلاحای کشتار جمعی رو قبول نداریم، مثلا منطق نداریم براش، که یعنی چی؟ شما خیلی مخلصیم آجا، منور کردی، امشب از شما استفاده کنیم واقعا. آقا مدعا دیدید پنجتایی با هم میخونن، ما آخوندا میتونیم پنجتایی با هم بریم منبر، پنجتا هستیم الان، دوتا سادات دوتا شیخ و یکی ده دقیقه صحبت کنیم درست میشه جلسه. تازه تو مقام دفاع هم میگه نه به هر قیمتی. ببین اگر کسی به بمب اتم فکر کنه، معلوم بویی از اسلام به مشامش نرسیده، یعنی تعطیل هر کی میخواد باشه. مگه الکیه؟ دو تا موشک زده توی، دو تا بمب زده توی هیروشیما و ناکازاکی، 80,000 نفر آدم کشته، مگه الکیه؟ بعد پودر میشه طرف، تموم زمینشون سالها لم یزرعه، اصلا یه چیز عجیبیه، بخار میکنه همه چی و اون گرمایی که ایجاد میکنه. این مگه میشه به این بگی دفاع؟ این چه دفاعیه؟ این چه جور دفاعیه؟ شما بزنی 80,000 تا زن و بچه رو بکشی که از چی داری دفاع میکنی؟ ما که نیومدیم به هر قیمتی زنده بمونیم، که ما اومدیم به زندگی تازه قیمت بدیم، اینا مهمه. میخوام بگم همه تلاشا رو کرده تا جایی که تونسته، تازه مجروحا رو همه رو بخشیده، حتی تو جمل حضرت جنازه هاشون رو وایساد، کفن کرد، غسل کرد، نماز خوند، دفن کرد جنازه های دشمنش، بالا سر جنازه طلحه مثل ابر بهار گریه میکرد حضرت، چون از درون راضی نیست به این داستان، میدونی ادا در نمیاره. اینه قضیهش. حالا ولی تو بحث شخصی دوتا مسلمونیم، دوتا انسانیم، بحث حقوق شخصی مونه. نه اینجا گذشت بالاخره جواب میده، تا کی میاد جلو؟ طرف زن و شوهرم میگه که خلاصه آج آقا حقوق ما رو ضایع کرده، خب چی بریم دادگاه؟ این که البته یه وقتی کار ناشایستی میکنه طرف، اون یه بحث دیگه داره، اون یه کسی دست به زن پیدا کرده، اونو که باید از راه های منطقیش کنترل کنم، معنی نداره که بزنی یا رو له کنی که رو زدی بار کشتیش، میدونی؟ چون میگه کسی که عصبانی میشه یعنی دیوانه شده، حالا اگه بعد عصبانیت پشیمون شد این ادواری بوده، گرفته ول کرده،
اگه پشیمون نشد یعنی نه دیگه، این کلا تعطیله. یه وقت باید دیوانه طرفیم، اونو باید دکتر بیاد طبابت کنه. دکترم حالا همیشه منظورم روپوش سفید نیستا، طبابت انواع و اقسام داره، خود قانون، خود مثلا سیستم قضایی یه جور طبابت برای طبابت دیگه. حالا این که بعضیاشون یادشون رفته که طبیبن، اون یه چیز دیگه ایه. یا آقای خطا کرده بود، حالا یا نکرده بود یا که من نمیدونم، چون واقعا نمیدونم این خطا کرده بود یا نه، خلاصه محکوم شده بود به یه چیزی. بعد من رفتم پیش قاضی صحبت کردم و اینا، که گفتم آقا ایشون که بار اولشه، بعدم که من که این آدم رو میشناسم، این آدم این خطایی که میگید و نکرده، حالا محکوم شده بالاخره هر جوری بوده. بعد گفتم شما بیا یه لطف کن، این حبسی که براش در نظر گرفتی، این حبس رو یه جوری مثلا رأی باز بهش میگن. گفتم رأی باز بده، این آبروشونه، بالاخره آبروش اگه بره زندگیش میپاشه. چون من واقعیتش هم مطمئن بودم که این حرکت رو نزده دیگه، حالا به هر توی مخمصه گیر کرده بود، مثلا اونا براش رأی داده بودن. بعد اون دفتردار قاضی خیلی تند شد، یه آخوندی بود، هم لباس هم بودیم، گفت نه اینا باید رسوا بشن، چی بشن، فلان بشن. من بهش گفتم داداش اینجا چی کار میکنید شما؟ مگه اینجا اصلاح نمیکنید آدم ها رو؟ خب این تو که داری نابودش میکنی، اسلام اومده برای اصلاح آدم ها. آقا یه یارو یه خطایی کرد، قانون گذاشتیم اصلاح بشه، نمیخوام نابودش کنیم. تو که میخوای آبرو یارو رو ببری که نابود میشه. باور کن همونجا یه چند لحظه فکر کرد، گفت آره درست میگی، آره. آقا خودش شد مدافع ما، گفت آقا میشه جوری بشه، من با دادستان اون وقت قومم صحبت کرده بودم. بعد گفت که باشه، پس وثیقه بذار فلان آزاد بشه تا رأیش قطعی بشه فلان اینا. بعد یه رقمی هم گفت که فکر ما نمیتونیم جور کنیم، مثلا شاید یه رقمی گفت، خیلی بود. بهش گفتم این خب این زیاد دارید میگی رقم. گفت دیگه تو اگه دلت میسوزه جور کن دیگه، مگه نمیگی آبرو مؤمنه؟ خواست ما رو امتحان کنه، حالا ما که جور کردیم رقمو براش. میخوام بگم یه وقت یادشون میره کار برای اصلاحه، میزنه عبیخ نابود میکنه، من با اون کار ندارم. ولی اگه هدفو بدونن، هدف اصلاحه، یعنی اونم داره طبابت میکنه. میگید چی میگم؟ اون وقت حالا اگه رو سیستم درست باشه، رو منطقه درست باشه، واقعا منجر به طبابت هم میشه. شما الان نگاه کن، مثلا ما تو احکام اسلام داریم میگه یارو گرفتنش یه جوری لو رفته بیچاره که مشروب خورده مثلا، میگه آوردم پیش قاضی، میگه به قاضی میگه تو حرف تو دهنش بذار که اعتراف نکنه که خورده. هر بگو مثلا چیه، دهنت بو میداده، دارو مصرف کردی، چی بوده قضیهش، مثلا استامیلیفون زیاد خوردی، چی بوده. بعد اونم بگه که آقا حالا من استامیلیفون هم خوردم، حالا مثلا یه جوری ردش کن بره، چون نمیخوام خفتش کنیم که، میخوام اصلاح بشه. چرا گفتن ای به کسی دیدی بپوشون؟ نه که بپوشون که مثل بذر بدی که بکاری زیر خاک بدن درات، نه بپوشون که بعد جامعه اگه سیستم الهی رو بره اصلاحش کنه. اینا پیامبر میگه عیوب جامعه رو بپوشونید که رسوا نشن آدم ها، بیابرو نشن، که یه دفعه یارو نگه ما که دیگه بیابرو شدیم بریم که بریم، که بتونیم اصلاحش کنیم، فرصت داشته باشیم برای اصلاحش، غیر مستقیم جامعه طرف رو اصلاح کنه. حالا ما میخواستیم اصلاح کنیم، این وسط یکی خراب کرده، لو داده، خریا خودش لو داده، مس کرده زده بیرون، یا نه یه کسی این وسط خبطی کرده. میگه اینو باز یه جوری پرده بنداز روش، چرا میخوام تبابت کنیم بابا، نمیخوام یارو رسوا کنیم. که حضرت امیر واقعا نمیخواد جنگ بشه، واقعا نمیخواد دست به شمشیر بشه. میدونی چی میگم؟ حال نمیکنه با تو جنگ. اینکه ما خب ما یه جوری تو شعرامون ترسیم کردیم که انگار حضرت میگفتن جنگ، میگفت آخ جون آقا اون ذوالفقار رو بردا بیار، اینجوری نبوده. که توی مسیر صفین این حجر ابن عدی یکیه، خیلی هی میشستن مثلا میگفت خدا لعنت کنه این شامیا رو، خدا ان شاءالله چیکار کنه. یه بار حضرت بهش گفت حجر تو چرا هی لعن و نفرین و اینا تو دهنت؟ خب هنوز که جنگ نشده، تو دعا کن انشالله اصلاح بشه، اصلا جنگ نشه. ما که داریم میریم، خب دعا کن اصلا جنگ نشه، اصلا جنگ نشه، اصلا اتفاق نیفته. چرا حالا هی دنبال اینه که خدا لعنت کنه چیکار کنه؟ دعا کن توبه کنن، مثل وقت که دارن، هنوز که درگیر نشدیم که.
شما ذهنیت مردم شام به حضرت امیر روز اول، یعنی شما ببین جنگ میخواد شروع بشه، یک آب یه جایی هست که مشترک، دو طرف میرن آب برمیدارن، سربازای معاویه میان این ور آب و سنگر میگیرن، یعنی دسترسی سپاه علی ابن ابی طالب رو به آب قطع میکنن. دو روز هم این طول میکشه، دو سه روز هم اینا لشکر آب نداشتن. بعد خلاصه یک گروهی از لشکر حضرت امیر حمله میکنن و نجات میدن، دسترسی به آب رو باز میکنن. تمام لشکر معاویه رفتن تو شک و ترس، گفتن الان اگه علی مقابله به مصر کنه ما باید چیکار کنیم؟ تنها کسی که نگران نشد کی بود؟ امراض. امراض خوب میشناخت حضرت و گفت بابا علی این کاره نیست، از این کارا نمیکنه علی ابن ابی طالب. اما روز آخر ببین، سلام سلام ستنی خوبی؟ روز آخر، روز یعنی شب آخری که فرداش دیگه امراض خدعه کرد و داستان حکمیت پیش اومد، معاویه بهش گفت که خب امروز چی میبینی؟ گفتی چی تو فردا شکست میخوری؟ به چند دلیلم شکست میخوری. اول اینکه علی مقابل لشکر پیش قراول میاد میجنگه، تو رفتی ته لشکر خیمه زدی، یعنی قشنگ معلومه تو میخوای زنده بمونی، اون نه، اون اومده جلو که خب معلومه سربازای اون شجاعانه تر میجنگن وقتی میبینن علی همیشه 10 قدم از اینا جلوتره. دوم اینکه مردم کوفه از تو میترسن، چون میدونن شکست بخورن تو پدرشون رو در میاری، به سلابه میکشیشون، تمام شمشیرهایی که زدن رو باشون حساب میکنی. اما مردم شام از علی نمیترسن، یعنی دیگه نمیترسن. 18 ماه طول کشیده، 1 سال و 6 ماه. تو این 1 سال و 6 ماه جنگ آقایی انقدر از علی دیدن که امراض تحلیل میکنه به معاویه، میگه مردم شام از علی نمیترسن، چون میدونن اگه غلبم بکنه عفو میده، رست نمیکشه. میگه چی میگم؟ به این مردمی که روز اول میترسیدن 18 ماه با یارو جنگیدن، دیدن بابا این چقدر آدم حسابیه، چقدر درجیه که، چقدر آقاست، یه جوری شده دیگه براشون علی‌السویه بود. ببریم و ببازیم چیزی رو نباختیم، میدون رو باختیم ولی جونمون نفس میشه. این که نمیاد خلاصه ما رو به سلابه بکشه که، میگه اینه، اینه این داستان از تعمیر. تو زندگی شخصی فردی با یه کسی طرفین بالاخره جواب میده، چون یه خورده بریم جلوتر، یه خورده مثلا بالاتر، یه کسی، یه گروهی یا یه جایی به ظلم کرده. میدونم الان دارم به شما میگم، عرض میکنم، میگم یه وقت تو خودمونیم، بین خودمونیم، بحث حقوق شخصیه، این نیستش که شما روی ببین بعدم ادا در نیاری. حالا اصلا کاش بعد سخنرانی رو کاش گوش میدادین، بعدش سوالتون هم حل میشد. مشکل ما اینه که ما ادا در میاریم. ببین تو قرآن چند بار کلمه اسلام اومده، هیچ وقت معناش اسلام اصطلاحی نیست، یعنی اسلام همین در مقابل مسیحیت، در مقابل یهود، نه اصلا معناش این نیست. این اسلام اصطلاحی چیزیه که ما درست کردیم. نه، اون اسلامی که تو قرآن اومده معناش تسلیم در برابر حق، اونم یه چیز درونی، نه ادا در بیاری. یعنی یارو شراب نمیخوره اما دوست داره بخوره، این که مسلمون نمیشه که. ظاهری رو داری حفظ میکنی، ترسیدی یا طمع داری یه چیزی هست بالاخره. نه، از درون بهت بگه نه. یارو دروغ نمیگه، منتها نه که دروغو دوست نداره. به کسی گفته بودن اگه خدا یه گناه آزاد میکرد چه گناه؟ گفته بود غیبت خیلی حال میده. غیبت نمیکنه ها، این آدم غیبت نمیکنه، حالا یا از ترس جهنم یا به شوق طمع بهشت، هرچی از غیبت نمیکنه. ولی نه، میگه تو گندشو پس درک نکردی. مثل اینکه بگن آقا اگه یه خوراکی ممنوعه رو بخوان آزاد کنن، شما میگی آقا لجن، آقا این فاضلابو بذارن بخوریم، کس خوردن داره مگه این؟ که نه دیگه، نمیدونی چه مزه‌ای میده، چه مزه‌ای میده لجنخاری، چه مزه‌ای میده. ولی اگه تو از لجنخاری خوشت میاد، از غیبت خوشت میاد، از حسادت خوشت میاد، از تکبر خوشت میاد، معلومه لجنشو درک نکردی، پس از درون تسلیم نیستی، به این باوره نرسید، داری ادا در میاری، ظاهر رو حفظ میکنی، نمیدونم اسم چیه ولی میدونم این آدم مسلمون نیست، هرچی هست.
بقیه ادیان هم همینن ها، یعنی اون که پیرو به حضرت مسیحه اگه داره ادا در میاره و این رفتارها از درونش نیست اونم مسیحی نیست. من الان خیلی نه من خیلی مسیحی میشناسم نه خیلی مسلمان میشناسم نه خیلی یهودی میشناسم. ادا چه رو خواهد محمد شما اسم از اسامی اهل بیت باشه، بعد شناسنامت هم نوشته باشن شیعه اثنا عشری، گوشه دماغت هم مثلا بریده باشن، دیگه شما شدی مسلمون؟ این که مسلمون نمیشه که، حالا یا هر جای دیگر که دوست داری. بله نه خب بقیه هم سوال کنن که وقت به بقیه هم برسن. بفهم بله بله. ولی وقتی که رجوع بکنی به قرآن می‌بینیم آیات نص صریح از قرآن هست که همینطور میگه. خب پس عذاب میکنه خدا. خب خود خدا عذاب میکنه پس. حل دیگه. خب شما گفتید خب اشتباه گفتم. الان میگم خود خدا عذاب. مشکل نداره پس. حل دیگه عذاب میشه دیگه. آقا 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 شما آخه مشکل من اینه که شما مدامه میدی، شما تا حالا 10 بار اومدی 10 بار همین سوالو از من پرسیدی، من 10 بار به شما جواب دادم. عزیز من شما خودت وقتی سوالی رو میپرسی من 10 بار به شما جواب دادم، شما یه آقایی بکن، شما ولش ابی نداره، ولش حامد جون گوش کن. شما من یه چیزی به شما میگم، شما یه تفسیر سوره حمد امام خمینی هست بیرون بگیر بخون. من خوندم آقا. خب باش. خب دیگه جهنمه. خب ولی چه جور از چه راهی؟ آقا آقا عزیز من شما یه سوال من داری جواب منم میدونی، من که نمیخوام شما رو قانع کنم. من نه من اصلا من جوابمو دادم دیگه، جوابم همونست که بهتون گفتم، من که نمیخوام شما رو قانع کنم. ولش کن اصلا، مخالف با هر چی هست. من به شما جواب دادم دیگه، جواب من همونه که تو 5 جلسه به شما گفتم، جواب جدید که ندارم که، همونه جوابم. حالا یا درسته یا غلطه دیگه، دعوا نداریم با هم که، یا من درست میگم یا شما. گفت که یه پسره رفته بودم یه دانشگاهی، بعد گفتن آقا ایشون لائیک شده بیدین شده. گفتم خب به من چه ربطی داره؟ گفتن خب شما آخوندی فلان اینا. گفتم آقا بی خیال ولکن، به من چه ربطی داره چی شده؟ ما اومدیم سخنرانی کنیم بریم. بعد نشستیم تو اتاق همینا بودیم، بعد این اومده بود. وقتی یه کسی میاد یعنی بالاخره یه چیزی داره میاد دیگه، وگرنه اون که بی خیال شده که اصلا پا نمیشه بیاد اتاقی که آخوندشه، که هی سر به سر ما گذاشت اما حرف بشنوه. با هم هی با شوخی کردیم، گفتیم خندیدیم، هی هر چی سوال گفتم بابا ولکن دیگه تو هیچ. اومد تو اومد سخنرانی باشد، اومد سخنرانی گفت من کافر شدم. سخنرانی هم کردیم صحبت و بعدش نشستیم و بهش گفتم تش بگو ببینم چته تو، چون این حرفا که میزنی که اینا حرف داری میزنی اصل داست. گفت آقا واقعیتش ما یه کتابی میخوندیم، یه سری سوال راجع به قرآن پیش اومد باسمون، بعد تو این جمع دانشجویی میشستیم، مثلا تو سلف میشستیم، چه میدونم سر کلاس بعد کلاس میشستیم تو اتاق و اینا تو خوابگاه، ما این حرفا رو میزدیم. تا اون روحانی که اونجا بود مسئول بود فرهنگی بود نم چی بود، ما رو خواست گفت بیا میخوام جواب سوالتو بدم. گفتش که خب چی میگی؟ گفتم من گفت من بهش گفتم من چند تا اشکال دارم به قرآن. گفت ببین دو تا حالت داره، یا تو اشتباه میکنی یا قرآن. قرآن که نمیتونه اشتباه کنه پس تو اشتباه میکنی. گفت به من گفت دیگه بعضی حرفو نزنی یا ببین اگه حرف بزنی وقت به مشکل میخوری، بعد منکر قرآن مرتد فلان اینا. بنده خدا من دیدم این خورده تو برجکش، یه چیزی گفتم بابا حالا بنده خدا یه چیزی به تو گفته، تو چرا به دل گرفت؟ ناراحت شده بود، قاطی کرده بودن، گفت من دیگه اصلا کافرم فلان هم چی. من دنبال این نیستم کسی رو قانع کنم. آقا من گفتم آقا این حرفای منه، بسم الله الرحمن الرحیم، شما بروش فکر کن. ولی این که شما 5 جلسه اومدی 5 جلسه من گوش عزیزم گوش کن باشه ابی نداره، حالا گوش کن. شما 5 جلسه با من اومدی، 45 دقیقه یکیش با هم دیگه صحبت کردیم، خوبه؟
بهتم رفرنس دادم، میتونستی بعد جلسه هم، توزه بعد جلسه اومدی ما رو بوسیدی، بعد جلسه بیایی صحبت کنی، وقت جلسه رو هم نگیری، چون من جواب بهت دادم. این که هر جلسه میایی همون سوال رو میپرسی، نمیفهم یعنی چی، درک نمی کنم یعنی چی. آقا اصلا خدا عذاب میکنه، الان مشکل حل شد، خب خدا عذاب میکنه. یا علی مدد، دهن همتون سرویسه. من همین الان هم میخوام ادامه بدم، من الان میخوام ادامه بدم، شما تمسخرت نمی کنم، دارم جواب بد میدم، میگم تو دنبال عزیز من، من یه کتاب بد گفتم برو بخون، تو تفسیر سوره حمد خوندی همشو؟ خب نخوندی دیگه، خدا پدرتو بیامرزه. تو به جای اینکه هر هفته بیا اینجا از من سوال کنی 45 دقیقه حرف بزنی، با هم یه دونه کتاب بخون، یه دونه کتاب رو برو بخون. خب من میدونم نخوندیش، آقا برو یه کتاب رو بخون. سوال کردن حقتونه، ولی قبلش یه مطالعه هم بکنید وظیفتونه. بابا 4 تا سوال بیا، 4 تا کتاب بخونی، کتابایی که علمای حوزه نوشتن. کتاب منم نمیخوای بخونی، همونی که علما نوشتن رو بخونید. 4 تا کتاب بخون، اگه جواب توش نبود هر شما گفتی درست. یه کتاب دفتر تبلیغات چاپ کرده به اسم جهنم چرا، جمع آوریه، نظر شخصی نداده نویسنده، نظر علما رو راجع به بهشت و جهنم و سوالایی که اینجوریه جمع کرده. این کتابو بگیر بخون، فکر میکنم خیلی سوالایی که دارید بشه. شما مخالف همه حرف میزنید، آخه شما نخوندی نظر همه رو، اشتباهتینه. نه اتفاقا نخوندی نظر همه، این نیست که شما فکر میکنی. شما بخون، اگه دیدی مخالف همه بود بعد بیا با هم صحبت کن. الان همین تبشرون به عزاوت علی، من اصلا دیدم ندیدم اصلا کسی که بگه این بحث کنایه نباشه. این قرض داره تو معنی بلاغت به این کنایه است، فقط بگه برای این عذابه. خب دیگه من دیگه صحبت رو بهت گفتم عزیزم، بفهم. ببین شما اگه واقع اصلا عفو و بخشش خدا، میدونی مشکل چیه؟ ما کلمات رو با تجربه زندگیمون میخوایم درکش کنیم، کلمات دینی رو. مثلا ما سر کلاس شلوغی میکردیم، ما را کلاس میداخت بیرون معلمه، یه جا خسته میشد میداخت ما رو بیرون. بعد یه ناظمی هم بود، خدا حفظش کنه، فکرم زنده سن آجا آقا بیگ دلی، خیلی آدم حسابی بود. این وقت بابا رفیق شده بود، شیطونای معصه بودیم دیگه، ما رو کنترل میکرد، معصه رو کنترل کرده بود. بعد میگفت چه مثلا صدا اصلا چی شد باز دوباره؟ میگفتم آره حاجی ما رو انداخته بیرون. میگفت وای سر ندیفش کن. میگفت آقا ایشون دیگه پشیمون شدن دیگه، شما ایشونو ببخشید بیاد داخل، دیگه خیلی رو پا وایساد، بچه سیده گناه داره فلان اینا. معلم من میدونست قضیه چیه، میگفت آقا بیا تو. ما فکر میکنیم الان منو بخشید. بابا اون چی باعث شد من از کلاس بیفتم بیرون؟ شیطنتی بود که تو درونم بود. اگه بخواد منو ببخشه، بخششی که خدا میگه یعنی درمان. ببین آدم حسود که حسادت تو درونش خودش درست کرده به دست خودش، ببرش تو بهشت، بهش خوش میگذره؟ میتره که اونجا حسادت مینه، همه تو ناز و نعمت هم میتره که حسادت، تازه حسادت شعله میکشه، زبانه میکشه، بیشتر میشه. حالا خدا میخواد اینو ببخشه، یعنی چیکارش کنه؟ درمانش کنه، یعنی کاری کنیم، نسخه هایی بدیم حسادتش از بین بره. حسادتش که از بین بره دیگه اصلا حسود نیست، دیگه مانعی نیست واسه این که بره بهش، دیگه میتونه وارد بهش بشه. ولی یه سر سوزن اگه حسادت تو درونش باشه نمیتونه بره تو بهش، نه که نمیذارن اصلا، خب بره اصلا، خب دروازه بفهم و برو تو، چی میشه؟ یه ذرهش میشه بی نهایت، چون اونجا بی نهایت نعمته دیگه، رشد میکنه حسادته. وقتی میبینی اوه چقدر نعمت، چقدر نعمت، چقدر، شما توی جامعه ای که پر از نعمته حسودای بدتری داره، حسودای پیچیده تری داره، چون خیلی نعمت زیاده، اینا هر جا میرن هی حسادتش اوله میکشه. حسادت هم هرچی بهش خوراک بدی قوی تر میشه، مثل آتیشیه که توش هیزم بیشتری بریزی. یه وقتی که کف بیابونه با حسوده، وسط بیابونه با حسوده، خب اونجا چی میخواد ببینه؟ 4 تا تپه ماهور میخواد ببینه، 4 تا سوسمار. خب حالا به چی میخوایش یه شتر ببینه مثلا؟ به چی میخوای حسادت کنی؟ خاطرش به شتر این حسادت میکنه که این شتر سرخمو داره، اون شتر نمیدونم چی داره، این شتر لبش اینجوریه، اون تاش به اینه دیگه. اما یه کسی وسط یه جامعه زندگی میکنه پر از نعمت‌های مختلفه، پر از امکانات مختلفه، حسادتش بیشتره دیگه. خب این که خدا میگه یه ذره بدی هم باشه میبینی یعنی چی؟ یعنی یه ذره بدی هم نباید تو وجودت باشه. میدونی مثل چیه؟
یه آزمایش بود، بچه بودیم مدرسه آزمایش میکردن، اکسیژن میآوردن توی یه دونه از این شیشه ها، اکسیژن میریختن، اکسیژن خالص، یه کبریت آتیش میزد معلمه، فوتش میکرد، خاموش میشد، میکردش داخل این اکسیژن خالصه، دوباره شعله میگرفت. تو فضای عادی بمونه ابه میره ها، ولی وقتی میره جو اکسیژن خالصه، این آتیشه اکسیژن خالص میخوره، دوباره شعله میکشه. مثل یه سر سوزن حسادتی که تو درونت مونده، یه دفعه بری تو اکسیژن خالص، بری تو بهشت، زبانه میکشه، میزنه، داغونت میکنه. اینه که بخشش خدا یعنی درمان. خب معلومه که خدا طبیبه، داره همه رو درمان میکنه. این که میگه رحمتی وسعت کل شی، یعنی همه زیر سایه رحمت منن، یعنی من نسبت به همه خدام دارم کار خدام میکنم. پیامبر اکرم فرمود انتم کالمرضی رب العالمین کالطبیب، شما مثل مریض، خدا مثل طبیب. کارش چیه؟ طبابت با قضا و قدر، با این عالم دنیا، عالم قبر، عالم برزخ، عالم قیامت، با این اتفاقاتی که براتون میفته شما رو درمان میکنه. البته اینجا غیب بودن خدا چی تسلیم میشه؟ غیرت نداره. یعنی چی؟ غیرت خدا، غیب بودن. خب میدونم خدا غیرت داره که پا حرفش وایسته دیگه. غیرت داره نظر بنده‌اش ضایع بشن. حضرت امیر فرمود هیهات انت اکرم من انت زیع من ربیته. مگه میشه تو رب کسی باشی وایسی ضایع شدنشو تموشو بکنی؟ خدا غیرت داره رو خانواده‌اش. الخلق كلهم عیالک، دعای ابو حمزه است. میگه خلق خدا، نمیگه آدما، میگه خلق خدا کلشون خانواده‌تن. خدام رو خانواده‌اش غیرت داره، پس وای نمیشه ضایع شدنشون تماشا کنه. غیرت داره پای قضا و قدرش وای میسه. فهم امام باقر علیه السلام فهمودن که اگه کسی از مسیر درستش نره سراغ خداشناسی، که مسیر درستش اهل بیتن، که تمام معارفم اگه بخواید دنبال معرفت صحیح برید باید از ادعیه برید بگیرید، یعنی تو ظرف ادعیه ریختن اهل بیت معارفو، حضرت فهمود یه خدا درست میکنید اندازه خودتون، مخلوق و مصنوع و مثل کن. بعد حضرت فهمود چه بسا یه مورچه‌ای که فکر میکنه خدا باید دوتا شاخک داشته باشه، چون تو ذهنش اینه که شاخک نداشتن نقصه، خدام که نمیتونه ناقص باشه، پس خدام دوتا شاخک داره. اشتباهش چیه؟ این که فهم میکنه خدا یه مورچه است، چون یه خدا درست کرده مثل خودش. کلام امام باقر، حالا تولد حضرت هم هست، میخوام بگم اگه میخواید خدا رو درست بشناسید باید از مسیر ادعیه برید که بتونید. خب باشه، خب باشه، خب باشه، بزنن. نه شما فکر کن ببین کدومش به فطرتت نزدیکتر، هر کدوم دوست داشته قبول کن، مشکل نداره. عزیزم پیامبرم نیومد به هر کی بگه که آقا هرچی من میگم که، گفت رجوع کنید، گفت رجوع کنید به فطرتتون. بله، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. بعد میگه آقا ابی نداره عزیزم، من حفظی دارم میخونم، ولش کن، ولش کن، اشکال نداره، ولش کن شما، آقا شما گیر نده، آقا ولش کن داداش من، ملا لغتی نیست نشستی اینجا که دارم من حفظ میخونم، هرون نخوندم، ولش کن عزیزم من، درست ترجمهش میکنم. شما قصه دینو نخور، شما قصه دینو نخور. میگه خوش کن ها، نه نه ولش، اشکال نداره. میگه ذالکت این دین، دین قیمه. کدوم دین؟ دینی که فطرت گذاشته تو درون تو. چرا پیامبر معجزه نیاورد؟ چرا پیامبر معجزه نیاورد؟ چون معجزه به درون تو کاری نداره که. حالا حضرت موسی معجزه آورد، بنی اسرائیل ایمان آوردن، یه مش گاف پرست. غیر از اینه مگه؟ چه روز تنهاشون گذاشت گوساله می‌پرستیدن. کسایی که از رودخونه رد شدن، معجزه رو با چشاشون دیدن، نابودی فرعون رو دیدن، این آدما وایسادن گوساله پرست شدن. میگه چی میگم؟ فهم صحبتی
فکر میگن اسم مسلمان نباشن، این تفاوتی داره؟ یعنی چی الان؟ مثلا توی قانون ما کلن این رو معیار قرار داده که مسلمان باشی حق داری، مسلمان نباشی. چی میگه؟ الان مسیحیت توی ایران رأی نمیدن؟ رأی میدن، زندگی میکنن، کسی کار باشون نداره. ولی تفکر اونایی که خود قانون رو وضع کردن این بوده که مسلمان ها برتر از نه اصلا. مشروطه وقتی میان قانون اساسی رو تصویب کنن علمای رد میگیرن که چرا. حالا مشروطه یه داستان دیگه است، الان اینجوری نیست. الان ما حقوق شهروندی داریم، تو حقوق شهروندی کاری ندارن دین تو چیه، تو مسیحی، یهودی، زرتشتی، نمایندم دارن تو مجلس تازه حرفا چیه. این که تو چون مسلمونی مثلا از اون یکی برتری یعنی چی؟ یعنی من مثلا این مسیحی رو بکشم چی به چی؟ اینجوری نیست، اون یه انسانه، حقوقی داره، همون حقوقی که اون داره ما هم داریم. قانون که این نیست که من میتونم، حضرت امیر رفته تو دادگاهی که قاضیشو خودش گذاشته از یه یهودی شکایت کرده که آقا مثلا این زره ما رو برده. حالا اگه داستان درست باشه اسطوره نباشه، ولی حالا اصل مفهومش قشنگه. خب بعد تو دادگاه خودش محکوم شده، یعنی ادلهشو قاضی نپذیرفته، رأی داده به یهودی. خب باشه، گفته آقا تو ادله نداری، اون بالاخره وقتی این انگشتر الان دست منه، من مالکشم، اگه شما میگی مال توه شما باید دلیل بیاری، چون الان تو تصرف منه پس مال منه، همین که در تصرف منه یعنی ملک منه، اگه شما میگی مال شماست شما باید دلیل بیاری. زره دست یهودی بود. خب قاضی به حضرت گفت شما ادله بیار، ادله حضرت هم نپذیرفت. امام حسن امام حسین بودن، بچه بودن، قبول نکرد قاضی، اشتباه هم کرد ولی خب قبول نکرد. به هر حال به هر حال رأی داد علیه امیرالمومنین. خب باش، حضرت رأیشو قبول کرد، پذیرفت رأیش. خب این نیست که بگی چون یهودی هستی پس آقا بگیری زره ازش، این دیگه یهودیه، هیچ حقی نداری. حرفا چی؟ این حالت ایدئالی رو که شما میگی من قبول دارم، همینه، ولی عمل دیگه. خب ما اسلامو میگیم، ما کاری با چیز نداریم، این که تو جامعه چه اتفاقی میفته اون که بحث دیگه، اون به ما ارتباط، ما چه کار جامعه ای. ما اومدیم بگیم آقا اسلام اینجوری میگه، حالا اون دیگه بقیهش به ما ربطی نداره. بفرمایید. تو داستان غیبت یه وقتایی میرید از طرف حلالیت بگیرید، تازه یه گناه جدید میکنید، میریزیدش به هم. میگیدی چی میگم؟ یعنی یه جایی حرف یکی رو زدن، اولا اگه میخوای یه جلسه یه هستید غیبت یکی میشه، میخواید غیبت نباشه، شما سری یه خوبیشو بگید، یه حسن طرف رو بگید که سامع غیبت نشید، شنونده غیبت نباشید شما. خب این از این. حالا نه آقا یه کسی حرفه‌ای غیبت کرد، ما نتونستیم دفاع کنیم از طرف، چون با چشم هم میتونی غیبت کنی، طرف داره رد میشه، قدش کوتاه میگه تموم شد. یعنی انقدر حرفه‌ای غیبت میکنن بعضیا، اصلا خودت میمونی چی شد، یعنی یه دفعه چشتو وا میکنی وسط جهنم، اونجا خدا داره عرت میکنه. خب داستان چیه؟ حالا با تو شوخی نمیکنم، با تو چیز ندارم. نه حالا چیز نکن آقا، گیر ندید، آقا گیر ندید، راست میگه دیگه، آیا داشتم اشتباه میخوندم دیگه، گیر ندید، گیر ندید. بعد این که شما اگه بری بهش بگی که آقا یه جا بودیم غیبتتو کردن، تازه میریزه به هم، چی بوده؟ بعد اگه ظرفیت هم نداشته باشه مثلا بگه آقا اینجوری گفتن، آخ میشه گناه بزرگتر. برای همین جا داره تا جا. خب یه وقت به یه بزرگیه بیریم یا غیبت تو میگه آقا هرچی بوده حلال حلال، نمیخواد بگی اصلا، این اصلا نمیذاره بگی، خود شعورشو داره، عقلش میرسه که اصلا نباید تو حرفی بزنی، چون تو هم داری میری غیبت یه عده دیگر رو پیش این بکنی. یه وقت میگی فلانی و فلانی و فلانی بودن، اینجوری خودش شد غیبت که دوباره میدونی یه مجلس غیبت دیگه خود درست کردی. نه اگه تو موارد اینجوری باشه از طرفش خیرات میدید، میگن رد مظالم بهش، توبه میکنی، پشیمون میشی واقعا. یعنی اگه برگردی تو، اگه ماشین زمان بود تو رو بذارن توش بری تو اون زمان، دیگه اون کار رو نمی کنی. نه که اون کار رو نمی کنی که نری جهنم، اون کار رو نمی کنی چون اون کار نامردیه، چون بی معرفتیه،
ببین بعضیا غیبت نمیکنن، بعضیا نمیتونن غیبت کنن. اسلام اینه، مسلمون اینه، این که نمیتونه غیبت کنه، نه اون که له له میزنه برای غیبت. میدونی میخواد غیبت کنه، بعد میگه که خب حاج آقا موارد جواز غیبت میدونی چیه؟ مثلا بیان از ما بپرسن این پسر همسایتون چه جور پسریه، میخوام بهش دختر بدیم. یکی از مواردیه که گفتن چیزایی که دیدید بگید. میگه آقا بشین برات تعریف کنم، اگه بدونی چه آدم مزلف. آقا تو اصلا منتظر در مترصد فرصت بودی که پته یارو بزنی رو آب و با ذوق داری تعریف میکنی، خوشت اومده. تو اصلا معلومه که حالا فرض کن که این پسر خودته و حالا اونا اومدن پیش پسر، پیش تو، نمیدونن تو باباشی، اومدن پیش تو که باباشی راجع به پسر تحقیق کنن. از طرفی هم میخوای راستشو بگی، وظیفت راستشو بگی، چون بالاخره دخترشونو میخوام بدن به این. چجوری میگی؟ با ذوق تعریف میکنی. این پسر ما اولا مواد مخدر که نقل و نباتشه، یعنی اپا منقل بلند میشینه میشینه با غلجون، اپا غلجون بلند میشه میشینه، حالا دیگه میری یه جای دیگه. بعد چون بگم معلوم میشه من همشو بلدم دیگه، یک کجا خودش بلده. با ذوق که تعریف نمیکنی که، عرق میکنی، من و من میکنی. آقا به درد شما نمیخوره، به درد شما نمیخوره. منو قبول دارین که اومدی پیش من تحقیق؟ من باباشم، به درد شما نمیخوره. آبروشو نمیبری که. ولی اونی که میخواد غیبت کنه ذوق میکنه که داره غیبت میکنه، تازه جواز. مثل این که بری دکتر، دکتر بگه شما مریضید و باید فقط گوشت و خالی، اونم راسته سردست گوسپند و مثلا فقط باید رو آتیش تف بدی، آبدارم باشه، هیچی هم بهش نزنی، فقط باید اینو بخوری. فرض کن پولش هم داشته باشی، چون الان گوسفندام چندام خیلی ناز میکنن. رفیقم گله داره، میگفت نمیچرن هر علفیو. خب نگاه میکنی علف ما رو آوردیم، میدونی من چم میارزم، خیلی کلاس پیدا کردن گوسفندا بر علفی نمیخورن. حالا گوسفندا شب میبرن، چرا؟ واقعیت واسه اینکه علفو انتخاب نکنه. گله شب چر میبرن، یه ساعت میچرونن، چون دیگه شب هرچی باشه میخوره، نگاه نمیکنه. یه ساعت شب میچرونی اندازه 7 8 ساعت روزه، چون تو روز انتخاب میکنه، شب دیگه هرچی میرسه میخوره، میگه دیگه انتخاب نمیکنه. حالا میخوام بگم، حالا میخوای به نسخه دکتر عمل کنی، تو واقعا به نسخه دکتر عمل میکنی؟ جونم به این دکتر، دمه دکتر، اصلا دکتر یعنی این. بعد میگه آقا چقم، آقا داروه، من مریضم. بابا تو داری حال میکنی، این دارو اگه گفته بود زهر مار بخورم اینجوری میخوردی؟ میدونی چی میگم؟ میخوام بگم اگه گناه لذت میبریم یا دنبال جوازش میگردیم، این که نمیشه مسلمون ها؟ یا دوستش داریم ولی انجامش نمیدیم، اینم باز که تسلیم نیست دیگه، این ترسیده یا طمع داره به جایی برسه. حالا ولی جواب سوالتون اینه، مورد به مورد فرق داره. تو اکثر موارد اینه که نباید بری به طرف بگی، از طرفش خیرات میدی، واقعا هم دیگه پشیمونی، دیگه پشیمونی یعنی دلت سوخته ها. با آبرو کسی نباید بازی کرد، نامردیه. اینجوری میشه. خب دیگه بسته بچه، دیر شد. ساعت چنده؟ 10 دقیقه است. شما بگو، شما اولین نفرم بودی، بگو بعد من دیگه. در مورد مسجد جمکرانه، یه جوری مقدس بودنش اونجور که برای ما مقدسه نفع کردید حالا با چند تا استدلال، بعد حکایتی که ما شنیدیم یه مقدار نمیخوره حالا به حرف شما که میگن از علامه مجلسی نفع شده. شما کتابشو خوندی؟ ولی نه نه، شنیده رو ولش آقا، شنیده رو ولش کن، همم هم نمیدونن، ما هم جز همه ایم دیگه. شما کتابش رو دیدی؟ نه. میشه بریم مطالعه کنی هفته دیگه بیای؟ آره، سندش رو برو مطالعه کن، کتابش رو ببین. اصلا دوروبر رو ولش کن دیگه، منم دوروبرت هم الان دیگه. کار سختی که نیست. کتاب تاریخ قوم انوار مشعشعینه، کتابم دارم بهت میگم. تو این دوتا کتاب باید، چون سندش فقط تو این دوتا کتاب، این دوتا کتاب هم از مونس الحزین شیخ صدوق نقل کردن، راجع به مونس الحزین هم تحقیق کن. تمام. اگه سوالی بازم برات موند بعد بیا با هم سوال. اگه توی همین کتاب نیستش
خب من الان دارم بهت میگم دیگه، قربون شکل ماهت، نمیخوای بری یه کتاب بخونی؟ نه میرم میخونم. خب برو بخون دیگه، من بهت گفتم دیگه جوابشو، برو بخون. اینترنت نشین سرچ کنی ها، کتابخونه های مرعشی نجفی، کتابخونه های طلای گلپایگانی، انوار مشعشعین و تاریخ قم. تو تاریخ قم نیست، میگم بوده، میگم بود. این قسمتش که الان هست دست ما هست، الان این مقدارش که هست توش نیست، ولی تو انوار مشعشعین هست. بعد میگه سند کجا؟ میگه مونس الحزین شیخ صدوق. راجع به مونس الحزین هم تحقیق کن. آره پیداش کن، ببین پیدا میکنی. سلامتی خودتون، پدر مادرتون این صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما فکر میکنیم که اگر پیامبر اکرم پیامبر نبود و خدا این مسئولیت رو بهش نداده بود، یه کس دیگه میتونست بیاد این مسئولیت رو بپذیره. یعنی خیلی همون اینجوری تو ذهنمونه که حالا این همای سعادت نشسته رو دوش ایشون، یه تکلیفی دادن به ایشون، حالا اگه پیامبر نبود خب بالاخره حالا یه کس دیگه این مسئولیت رو میدادن به یه کس دیگه. یعنی فکر نمی کنیم که این که ایشون پیامبره این یک خاصیتیه که از درون او جوشیده، این یک توانیه که او داره. فقط فکر میکنیم که ناراحت نشی پا میشیم بیری. باشه بعد جلسه وایس رو صحبت کنیم. نه نه جواب که اشکال نداره، جواب که آخه بشینیم با هم 45 دقیقه بس کنیم فایده نداره، خاصی بعد جلسه بشین با هم صحبت کنیم، هیچ مشکل. حالا بمون امشب میمونم. باشه گفتی سوال دارم من رفتم، سب کن سب کن، گفتی سوال دارم من رفتم، خدا پدرت رو بیامرزه. چقدرم راست میگی عزیزم، راست میگه واقعا، نگفته هیچ وقت. خب شما بعد جلسه وایس و من و تو با هم صحبت کنیم. تو جلسه قبلی چرا نده؟ آقا من مدیر جلسم پسرم، گوش کن، خودم بلدم چیکار کنم. این آقام طلبه است، هم لباس من، حافظ قرآنم هست، شما قرار نمیشه به کسی جسارت کنید. من خودم اینجا هستم، اگرم اینجوری برخورد میکنم، من دو بار 45 دقیقه با ایشون بحث کردم، منتها میخوام وقت جلسه گرفته نشه. هفته قبلم بعد جلسه اومد به من گفت از من ناراحت نشی، دمش هم گرم، آدم باحالی هم است. الانم بمونی بعد جلسه با هم صحبت میکنی؟ خب بشین دیگه، پس نرو دیگه، بیا سجاد بشین، چون من تو رو میبینم میترسم. یا بشین. بیا بشین. میخواین کیک تولد بیارن؟ دیدم نامردیه بری کیک نخوری. سلامت باشین. نه نه آقا اینجا واسه نیست. آقا نمیخواد، آقا خدا پدرتونو بیامرزه. ما همینجوری الان 2000 تا مدال داریم، بهش اضافه نکنید چیزی. گوش کنید. بعضیا فکر میکنن پیامبر اگر نبود، خب حالا یکی دیگه میشد پیامبر. طرف شده مثلا سرتیپ، مسئول فلانجاست، حالا سرتیپ بازنشست میشه، یکی دیگه میشه سرتیپ. و احساس نمیکنن که این یک توانیه که تو درون پیامبر بود و خودش ایجاد کرده بود. میدونی چی عرض میکنم؟ و این اشتباه از اینجا شروع میشه. ببین شما یه وقت میگی پیامبر یه قوتی داره آقا اون گوش میدین؟ آره خدا خیرت بده. بچه ها خودمون سر صدا کنن دیگه اون وقت اشکال پیدا میشه. وقتی که پیامبر رو ذاتی نمیدونید، حال پیامبر رو ذاتی نمیدونید، یعنی یه توانایی درونی براش نمیدونید. الان میگه مربی مثلا تیم ملی رفت، آقای کیروش از ایران رفت، حالا من تخصص ندارم، مثلا نمیدونم که برای تیم ملی چی خوبه چی بده، اون خودشون میدونن. خب حالا ایشون رفت، میگن آقا بگرد یکی دیگر پیدا کنید دیگه، فقط ایشون نیست که، تو دنیا آدمایی هستن میتونن بیان، شاید از ایشون بهتر، شاید مثل ایشون مثلا تیمو مدیریت بکنن. یعنی این نیست که فقط آقای کیروش، ممکنه تو دنیا تو سطح ایشون 10 تا دیگه هم باشه، 5 تا دیگه هم باشه.
میگه چی عرض میکنم؟ وقتی اینجوری بشه که کس دیگه هم میتونه بیاد، پس نسخه دیگه هم میشه بهش عمل کرد. شما توی دین بیاد نگاه کنید ببین ما مسلمونش چی کار کردیم با اسلام. اسلام 10-12 بار فکر کنم این کلمه تو قرآن اومده، شاید بیشتر. معناش چیه؟ معناش تسلیمه، تسلیمه در برابر حق. حقیقت رو فهمیدی بهش تسلیم بشی، خوبه؟ اما ما چه کارش کردیم؟ چون ببین وقتی اصلا وقتی شما میگی حق، احکام اسلام، قوانین اسلام، دیگه نمیشه یه چیز قرار دادی، یه قرار دادی بهش عمل بکنی شما مسلمونی. نه 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 نه، این باید بره تو درون شما، این از درون شما باید بجوشه. ببین یه کسی هست شراب نمیخوره، دروغ نمیگه، غیبت نمیکنه، تهمت نمیزنه، بد دهنی نمیکنه، بد رفتاری نمیکنه، این مسلمونه؟ به هیچی هم باور نداره. ولی یه کسی هست نماز میخونه، روزه میگیره، حج میره، زکات میده، خمس میده، صدقه میده، خوبه؟ بعد ظاهرن دروغ نمیگه، غیبت نمیکنه، تهمت هم نمیزنه، این مسلمونه؟ اینایی که امام حسین رو کشتن اینجوری نبوده شناسنامشون؟ شما فکر کرد یارو بطری مشروب برداشت اومد وسط کربلا، گفت آقایون به سلامتی سپاه و مرصد، هم به سلام، رفت بالا و شمشیر برداشت که بریم حسین رو بکشیم؟ یارو غسل شهادت کرده تو فرات، غسل شهادت کرده، نماز شب خونده، از خدا توفیق خواسته، بهش توفیق بده که بره امام حسین رو سر ببره. امام حسین ظهر عاشورا گفته من میخوام نماز بخونم. خب این خودش یه صحبت دیگه، اینه یه سخنرانیه. آقا فردا نگید حسین کافر بودا، نماز نمیخون، چی نبودا. داریم با رفتارمون به شما مطلب میرسونیم که حق رو ببینید با چشمتون. نرفتم توی خیمه ای نماز بخونه، جلوی جمع وایساد نماز خون، کف صحرا وایساد داره نماز میخونه، همه ببیننش، خوبه؟ خب یارو اومده وایساده جلوی امام حسین میگه تو نماز میخونی، نماز تو که قبول نیست. نمیگه، میگه، میگه نماز من قبوله، نماز تو که قبول نیست. نزد خدا خلاصه بهترین شما در نزد خدا، محترمترین شما، با تقواترین شماست. این تقوا نداره که، فکر کردی چی با قرآن رفتن به جنگ امام حسین؟ فکر نکن یارو میگفت من مشروب خورم، من خلافکارم، من زناکارم، من دزدم، من نمیدونم حسودم، من لجوجم، من فلانم، حال کردم حسین رو بکشم. نه، میگفت به دستور امیرالمؤمنین یزید میخوام این شورشی که باعث اختلاف بین مسلمین شده و میدونید که چه گناه بزرگی بین مسلمین اختلاف ایجاد کردن، ما میخوام این کسی که اختلاف ایجاد کرده و این شورشی رو میخوام بکشیم. خارجی یعنی چی؟ اینجا میگفتن خارجی یعنی از خوارج، یعنی کسی که علیه امام زمانش خروج کرده، قیام کرده علیه امام زمانش. یزید رو امام زمان میدونن، میگه امیرالمؤمنین یزید. میگه چی عرض میکنه خدمت شما؟ خب این نیست که شما فکر کنید یه ظاهری رو، خب باشه شما ظاهر رو رعایت کن، شما عشق غیبتی ولی غیبت نکن، ولی عشق غیبتی، خب درونت که غیبت رو دوست داری، تو درونت قیامت چی رو میشه؟ چی رو میشه تو قیامت غیر از این که با درون خودت روبرو میشی، با اون چه که در قلب خودت پنهان کردی و آشکار کردی روبرو میشی؟ آیاشو جرئت نمی کنم بخونم، به جون خودم از تو میترسم، الان میگم عرمه بگم گیر میدی به من، حالا این هره ولش کن، همون که تو قرآن اومده. شما قیامت با چی رو برو میشید؟ با اون چیزی که تو چیکار کردی با من برای ما خدا وکیلی میبشتن. شما با چی نه بیا حال میکنم، هفته پیش نیومدی ناراحت بودیم، این هفته که از در اصلا پایین بچه ها گفتن رفیقت اومده، به جون خودم خو تحویلت گرفتن، الان چای برات بردن دیگه، اجازه کس چای نمیدیم ما پامن بعد. آره چای برات گفتیم، اشکال نداره، حالا دیگه با مغالطه بیا حال کنیم با هم، گیر ندی دیگه. حالا صحبت همین آقا محمودی گفت رفیقت اومده بالا نشسته، گفت خدا رحم کنه. بعد
گوش کنید آقا، گوش کنید. آره منم میدونم تو مطالعه میکنی، یه هفته در میون بیای. گوش کن آقا، داستان چیه؟ شما قیامت با چی روبرو میشید؟ حقیقت شما چیه؟ غیر از این که با درونتون روبرو میشید، شما که با دست و پاتون روبرو میشید. حالا من غیبت نمیکنم، ولی غیبت رو دوست دارم. یعنی من غیبت رو دوست دارم، یعنی از این لجنه خوشم میاد. من دروغ نمیگم ولی دروغ رو دوست دارم. من تهمت نمیزنم ولی تهمت زدن رو دوست دارم. خب حالا این پوسته رو از رو من بکنن، چی عیان میشه؟ دروغگوی عیان میشه، غیبت همون کثیفی ها، اون لجنه، حسادته، تکبره. چون بالاخره کسی که تهمت میزنه تهمت خوشش میاد، کسی که دروغ میگه دروغ خوشش میاد، کسی که ریا میکنه ریا خوشش میاد، مشکلش چیه؟ این یا حسوده یا لجوجه از درونه دیگه. این مشکل درونی داره، این یه کثافتی تو درونش هست، یا کثافت تکبره یا کثافت نجاست مثلا خودخواهی، خودبزرگبینیه، یا حسادت تو درونش، ایناست دیگه. خب حالا حسادت تو درون منه ولی من روش سرپوش گذاشتم، درمانش نکردم، هست تو درون من، فقط کنترلش کردم عملی ازش صادر نشه. خب حالا شد قیامت، پرده برداری میشه حقیقت من با حقیقت خودم روبرو میشم. اون چیزی که من باش روبرو میشم چیه؟ خب نمازم خوندم، روزم گرفتم، حجم رفتم، زکاتم دادم، خمسم دادم، همه کاری هم کردم، ولی هم حسادت تو درونم، هم تکبر تو درونم، هم لجاجت تو درونم، چی میشه؟ خب چی؟ با یه انبار کثافت روبرو میشم. غیر از اینه خودم هم دیگه با خودم روبرو میشم. یه آینه میزنن قیامت جلویت، میگن اینی تو، خب با این زندگی کن، خوش باش، تو اینی دیگه، حقیقت تو این. آدم حسود لازم نیست بندازیش تو آتیش، که خودش آتیشه، خودش آتیش خودشه. میگه بچی یا محسن به جهنم، یا آیه خوندم آقا، میگه میرن جهنم رو میارن. جهنم رو مگه میشه مکانو بری بیاری؟ مکانو که نمیشه بیاری، خودتی، مکانش خودتی، وجود خودته، درون خودته، اون عالم بی نهایتی که تو درونت و تو اونو با آتیش کشیدی، با حسادت، با لجاجت، با تکبر، با بددلی، با بدخواهی. پیامبر رو این نمیدونیم که او یک انسان کامله، یک انسانیه که رو خودش کار کرده، یک انسان ساخته شده است و اون توان داره که این حقایق رو بیاره سر سفره بشر قرار بده، و اگه حقایقی رو آورده در سفره قرآن، در سفره عطیه، در و این سفره که به اسم اسلام پیامبر پهن کرده، این توانایی پیامبره. اگه پیامبر نبود اصلا اینا نبود. این نیست که یک نامه‌ای بود هر کس دیگه میتونست بره بگیره برداره بیاره، به هیچ وجه اینجوری نیست. اگه این توان نبود، این حقایق رو درک نمی‌کرد، نمیتونست بیاد این حقایق رو درک کرده برای من و شما بگه. پستچی نیست که، ولی ما پیامبر رو پستچی میدونیم. یه نامه‌ای بوده از خدا گرفته داده دست ما، اصلا مهم نیست رابطش با این نامه چیه. اگه به کمال نرسیده بود نمیتونست این معارف رو درک بکنه که بیاره بهتون بگه. خط نیست که، اینو رو ورق ننوشته بودن که، رو کاغذ ننوشته بودن که، ایمیل نمیزدن بهش که. این یک حقیقتیه که بهش میرسه و برای ما بازگو میکنه. اگه به اون توان نرسه، اگه به اون طهارت نرسه، چجوری میتونه اون حقیقت رو درک کنه که به تو بگه؟ حالا کسی که خودش با طهارت به یک حقیقتی رسیده و اون حقیقت رو به تو گفته، تو چطور فکر میکنی بدون طهارت میتونی به اون حقیقت عمل کنی؟ عمرن نمیتونی بهش عمل بکنی، میشه ادا اصول، همینی که الان تو جامعهمون میبینید. مسلمون هایی که کلا سر هم میذارن، به هم دروغ میگن، تهمت میزنن، اهم دزدی میکنن، چه میدونم دید میزنن به هم دیگه، هر بلایی هم بتونن سر هم دیگه میارن. مسلمون هم هستن، نماز هم حج هم میرن. الان امروز یه بنده خدایی به من میگفت که اون آتیش نشانی رو خبر کردن شعبان خاموش کنه. آقا من یه چند تا خاطره براتون بگم. من 39 سالم شد آقا، من متولد 17 اسفند 58م 58 17 اسفند 58. آقا من یه چند تا چه تولدم هست، تولد خودم نه اما باور هست، یه چند تا خاطره براتون تعریف کنم.
دست شما درد نکنم شرمنده کردیم آره شما نه بابا شد کن چیه نه حالا نه نه فوتی نیست آقا مخلص خوش کنید حالا بشت فوت قرار فوت این بچه ها میان فوت کنید عکس بچه ها هم زده بودیم آقا گوش کنید بچه یه چند تا خاطره براتون بگم من قبل دارم میرفتم یه جا منبر بعد نمیپرسیدم شغل صابخونه چیه چه کار داشتم شغلش چیه ما میرسو خرانه میکردیم یه بنده خدایی با کلی بالا و پایین ما رو دعوت کرد و بالا شهر همین گفت یه جا ما رو دعوت کرد خونه شنو خب خونه شنو هم بالا شهر بود و ما رفتیم ما فکر نمیکرد ما گفتیم یالا مثلا شغلش احتمالا بازاریه یا مثلا تاجریه سرمایه‌داریه اینا یه رفیق دارم جانبازه یه خونه داده بوده که برای ساخته بود این خیلی بی انصافی کرده بود تو ساخت خونه مثلا طبقه دوم کاشونه گذاشته بود وسط اتاق نگو لوله نکشیده علکی اینو گذاشته اینا شسته بودن سقف پایین هم داده بود کردیم از قش در معامله و آبزیر کار کردن گفتم مثلا بعضی از این مهمان ما گفتیم معمار دیدیم رنگ این شده یه گچ اون جلو گفتن چقدر حرف تأثیر داره واقعا ببین چه نفسی دارم میگم معمار خیلی این یارو سفید شد آقا ما گیر دادیم به گچ کارا دیدیم این ولی عده سفید شد گیر دادیم به سنگ کار دیدیم این اصلا گفتیم کاشیکار خونه فلانه جدیم این ولی سفید میشن اصلا گفتم چه جلسه چه اینا میگیرن همه چیو چقدر قدرت کلامو خدایا این نفس هم نگیر ما اومدیم بیرون تو کوچه این قاطی کرد گفت واج آقا من معمارم این گچکاره این سنگاره ما که دوستی کردیم ما که گفتم به خدا من نمیستم شون فکر کرده کسی منو آنتری کرده مثلا من بیام اینا رو به ولی از فردا شب چه تأثیری گذاشت هیچ کی نهی من خونه بنده خدا رفتیم منبر ماه رمضان من بچه بودم شاگرد لبنیاتی بودم لبنیاتی کار کردم اسکلت باری ساختمون کار کردم بندری کار کردم تو میدون تربار کار کردم آقا ما یه چند از این کلک های چیز بلد بودیم بعض وقتا یه کلکه که میزدیم ارباب ما و استادمون ما یه چیزی اما تو مثال بعد خیلی میخندن اینقدر دیگه خنددار نبود مثالا بعد صاحب خون اومد گفت ببین آج آقا پاکت که بهت عمرن نمیدم چون من لبنیاتی هم وقتی نسازی رو منبر گیر دادی به ما لبنیاتی ها میخوایی زنده بدی دیگه موضوع رو عوض کن راجع به چیز دیگه صحبت حالا که میگیم یه جا منبر باید بپرسیم این صابخونه چی کار هست به کسی بر ما هر چی میگه به یکی بر میخوره والا اصلا قصد نداره به کسی بر میخوره میگیم لبنیاتی من یه جا گفتم گوشت گاو مکروه جلو در یه خانومه میخواست اصلا اعدام انقلابی کنه ما گفتم هاش خانم حالا من گفتم گوشت گاو مکروه بر اساس یه روایتی گفتم شما چرا ناراحت شدی گفت نه حرف اشتباه اصلا نباید اشتباه صحبت کنیم تو از کجا اومدی میگی مکروه همه دارن گوشت گاو میخورن گفتم اصلا حلال خانم بی خیال شو بشید ناراحت بشید ما یه مثالی بیا حدیث خوندیم که حضرت صالح علیه السلام فرمود لحمودا گفتیم مثل گوشت چیز میمونه مکروه بعد صاحب خونه من بهش گفتم خانم قاطی که بارش برش گاو داری داره شما زیرا به گاو زدی یعنی نه زیرا به گاو میشه زد نه به لبنیاتی میشه گیر داد نه به چی واقعا به هیچ که نمیشه گیر بدی هر جمله ای بگی به یکی بر میخوره برای همین بعد مثلا با هوا صحبت کنیم مثلا اتفاقات تو کوچه پشتی افتاده میگم آمریکا مثلا اون روزی که به من گفت شما چند بار رفتی آمریکا گفتم آمریکا نرفتم گفت این همه خاطره از آمریکا داشتم گفتم من کوچه پس کوچه ها قومو میگم میخوام چه نگم کدوم شهر بوده کدوم کجا بوده اینجوری میشه این همه چند تا خاطره گفتم بگم واسه تون شاید شیرین باشه و آقا این بچه کوچولوها بیان اینا فوت کنن و قشنگ حال کنن و یعنی ما بچه میگیم اینقدر شیرینی یه جا میدیدیم اون شب خوابمون نبرد تا صبح سلامتی خوده بیا جیگر بیا قول میکنم بیا ماشی شما بیا اسمت چیه؟ سلام اسم قشنگ بچه شما با هم یک دو سه میگیم شما شمو فوت کنید میگیم شم میگیم شیرینی امام باقر یک دو سه سلام سلام داشتی شما بردن باشه؟ آقا بشقا بیارید دست تقسیم نکنید در زیر الان باشو با چنگال میارم قشنگ کمیز اونو تقسیم میکنم
آقا من همه تو ممنونم رفا با آره پایین سفره است شام شیرینی هم الان تقسیم کنم و تو بیارم. فقط یه نکته بگم دوستان، آقا بچه ها میشین بچه ها یه لحظه رو گوش میدین حالا چون جشن بذار شعر رو تو آخرش بخونم یه نکته میخوام بگم. یا امام رضا آدم بدون مهر تو انسان نمیشود، سلمان بدون عشق مسلمان نمیشود. وقتی کبوتران هر آقا باشقاب بیاری برای این بچه ها حامد بیا نه بیا خب بگیرن ببرن بعد برای بقیه بدن بدی بچه طاقتش کرد بیا بیا اینجا بشین آمون بیا باشقاب بیا باشقاب بیا تو باشقاب آوردی؟ نه باشقاب بیا به این بچه ها بره بخورن چه آدم بدون مهر تو انسان بیا بشین پیش من بیا چه بشین حدی بیا بشین گرمز دارم الان خوشخواب میاره با هم شیرینی میتاریم اینا میرم پای شما رو میزنیم دیگه. آدم بدون مهر تو انسان نمیشود، سلمان بدون عشق مسلمان نمیشود. وقتی کبوتران حریمت گرسنه‌اند گندم برای سفره ما نان نمیشود. باید هزار قرن حکومت کنید مرا، سلطان چند روزه که سلطان نمیشود. تو خوب جایی آمده ای سروری کنی هر رعیتی که رعیت ایران نمی شود. زائر شدم نسیم صدای مرا گرفت، از دستم التماس دعای مرا گرفت. یک شب کنار پنجره فولاد مادرم آنقدر گریه کرد شفای مرا گرفت. یک پارچه گره زد و تا سالهای سال سهمیه امام رضای مرا گرفت. صحن تو و آسمان تو و گنبد طلای تو حتی مجال کرب و بلای مرا گرفت. ایمان نداشتم که شفاعت کنی مرا تا اینکه آهو آمد جای مرا گرفت. آقا من جلسه گذاشتم گفتم پرسش و پاسخ صحبت فلان. اصل داستان اینه که همه اون دغدغه دین داریم دنبال اینیم بالاخره مسیح درستی بریم. به دوستایی هم میان دوستایی هم عزیزم که طلب هم هست حافظ قرآن هم هست چی؟ اینا نه واسه اذیت کردن میان، نه واسه آزار ما میان، نه عمدی دارن، نه مثلا چینهی با من به چیز شخصی با هم دارن هیچی. اینا منو دغدغه دین میان. من یه وقت میگم آقا این سوال نپرس الان بذار بعد جلسه، چون یه بار اینجا 45 دقیقه صحبت کردیم دوستان به من اعتراض کردن گفتن آقا وقت ما هم هست، یه سوال یه بار جواب میدید دفعه بعدش رو بیرون جواب بده. اما اصلا منظورمون این نیست که وقت بخوام یه صدایی رو خفه کنیم. اصلا مشکل مملکت ما الان اینه که ما فقط منبر نشستیم حرف زدیم باید جواب بدیم. من اگه میخواستم جواب فرار کنم 15 سال ما جلسه داریم تو قوم هفتگی، شاید الان 2-3 ساله که جلسه رسمی پرسش و پاسخ داریم. قبلا که حالا وای میسودیم قبل و بعد من تا ساعت هیئت محبان دوستان میدونم من وقت تا 2 میشینم صحبت، این بچه ها میشینم تا 2 شب میشینم صحبت. ما اگه میخواستیم از جواب روی فرار کنیم مثلا ساعت پرسش پاسخ نمیذاشتیم دست کردیم و همه مشکلمون هم همینه که ببین یه زخم میری یه شمع رو برداری که چیز میخوام میشینم بچه و بعد میخوام که پاسخگو باشیم حرفایی که میزنیم، دیگران هم دوست داریم پاسخگو باشن حرفایی که میزنن. به نظر من درستش اینه، شما باید سیاست داشته باشید. اگه شما حوصله داشته باشید من به هیچ کی نمیگم سوالتو نپرس، چون واقعیتش من خودم خیلی دنده پهنم نمیدونم چرا اینجوریه، ولی تا صبح بشین حرف بزنیم من میشینم باهاتون حرف میزنم خستم نمیشم. ولی هم تو این جلسه هم جلسه محبان اونجا که دوستیمون اومده بود عرب زبانم بود کتاب آورده بود خوب میخوند، خب بعدش همه رفقا با هم گفتن آقا اون وقت ما رو تو داری میگیری، خب بعدم بهش بگو آقا بعد جلسه بیا سوال کن فلان کن. اگه شما سیاست بتونه ببرید بالا تو بحثی که ما با هم میکنیم احتمالا یه چیزی گیرتون میاد، چون بالاخره ایشون هم که آدم چیزی نیست که حافظ قرآن طلبه است فکر داره اندیشه داره، تو این مباحثه ها یه چیزی گیرتون میاد، یه ذره سیصدتون رو ببرید بالا دست منم باز میشه که بگم آقا بپرس. حالا یه شب اصلا ما سخنرانی نکنید اتفاق خاصی نمیفته، 4 تا سوال جواب میدی توی همون 4 تا سوال خودی حرف برای همون گیرونه. سلامتی خودتون، سلامتی هر بچه که اینجا زحمت میکشن، سلامتی دوست از من دوست دارم یه سر سوزن دلش از ما ناراحت میشه، سلامتی خودتون، پدر مادرتون، این خانواده که زحمت کشن این جلسه رو برگزار کردن سلامتی.
آقا بریم آقا دست نمیدیم آقا دست نمیدیم مبارک باشم آقا دارم بچه کوچیکار رو بده دارم بچه کوچیکار رو بده منظورش خودشون بود بچه کوچیکار که سیبیل دارن این مال علی آقا مخصوصا ریشه ها با هم دیگه زمین شده علی بشین بشین بخواهی نگه زرف کم بود پاشور بیار پاشور بیار علی آقا این گونه رو خودستم برشون این تصویر رو ببینم با دیست اولی چیزی جلوان هستن چک بگیرن گیمه زد زبزی دوستای آج آقا تصویف رو بردن شما البته بزرگ ما هستن علی ما به شما شیرینی میدیم بچه ها میگن شما بیشتر اما تو هیئتی این هم خدمت شما قاشق هم براتون بیارن دیگه کی موند شما بیا شما نه باشه برای همه هست این هم برای شما سلامتی پدر مادراتون سلامت الله محمد آقا بریم پایین دیگه بچه ها تحصیل میکنن علی اکبر آقا بفهمید آقا بفهمید شما دست میگیرا